سلام خدمت شما شاگردای عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین و سر حال. شاگردای عزیز، فصل اول آخر شد از کیمیای صنفی نو. امروز با درس اول از فصل دوم کیمیای صنفی نو با شما هستیم در خدمت شما که با هم دیگه می‌خوایم ببینیم که در این فصل می‌خوایم چی را یاد بگیریم. شاگردای عزیز، پول ارتباطی که ما و شما داریم از یاد نبرین، از طریق نمبر 20964780255413 میتونید با ما ارتباط برقرار کنید و سوالا و پیشنهادات و کار خانگی خود برای ما به این نمبر روان کنید و با هم ارتباط داشته باشید. خب شاگردای عزیز، با نگاهی بر خلاصه درس امروز با ما همراه باشید. امروز ما و شما میخواهیم یاد بگیریم که هیدروکاربون ها چی است. موضوعیت فصل در رابطه با هیدروکاربون ها است که میخواهیم ببینیم هیدروکاربون چی است، چه ساختاری داره، چه ویژگی هایی داره و بعد از او الکان ها رو با هم کار میکنیم که اولین مرکب از خانواده هیدروکاربون ها است که الکان ها چه ساختارهایی داره، در کجا مصروفیت داره، در کجا کاربرد داره با هم کار میکنیم و بعد از او الکایل ها رو با هم کار میکنیم که شکل دیگه ای از الکان ها از شاگردای عزیز و در آخر هم یکی از ویژگی های بسیار مهمی خانواده الکان ها که هومولوگ میباشه که با آن سلسله هومولوگ هم گفته میشه رو با هم یاد میگیریم که هومولوگ به چی گفته میشه. خب شاگردای عزیز، آمادگی خود بگیرین که میخواییم درس شروع کنیم. خب شاگردای عزیز، میخواییم ببینیم که هیدروکاربون چی است. به نظر شما هیدروکاربون چی میتونه باشه؟ چی نوع مرکبی است شاگردان؟ آفرین به شما. هیدروکاربون ها شاگردای عزیز، امرقم که از نامش پیداست است شاگردان، دارای دو عنصر بسیار مهم است. یعنی این دو عنصر در هیدروکاربون ها به طور حتم موجودیت دارند. یکیش اتم هیدروژن است و یک تاش اتم کاربن هست که در هیدروکاربون ها موجودیت دارند. و همچنان ویژگی دیگه که هیدروکاربون ها در شاگردای عزیز، دارای رابطه اشتراکی است شاگردا. پس هیدروکاربون ها به مرکباتی گفته میشه که دارای عنصر کاربن هیدروژن است و رابطه ما بین اتم های کاربن یک رابطه اشتراکی است. طور مثال اتان شاگردای عزیز میتونه یک نوع هیدروکاربون باشه. شما در این مثال دقت کنید، در این قسمت یک نوع هیدروکاربون است. چرا؟ چون اتم های کاربن و هیدروژن در آن به طور حتم موجودیت داره. رابطه ایم که وجود داره میبینید در قسمت، رابطه بین دو اتم کاربن یک رابطه اشتراکی است، رابطه ایونی نیست. این میشه یک نوع هیدروکاربون. خب هیدروکاربون ها شاگردای عزیز به اساس شکل و ساختمانشون به چند دسته منقسم میشه، به دو دسته بسیار مهم، دسته الیفاتیک ها و دسته اروماتیک ها، که اروماتیک ها را ما و شما امروز کار نمی کنیم، در فصل های آینده انشاءالله، اما امروز میرایم سراغ الیفاتیک ها. الیفاتیک ها هم به اساس شکل و ساختاری که داره شاگردای عزیز به چند دسته منقسم میشه که شامل الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها میباشه
که هر کدوم ما جداگانه بریم با هم دیگه کار میکنیم، یاد میگیریم که هر کدوم چی ویژگی هایی داره شاگردا. و اما الکان ها شاگردای عزیز، میخواییم ببینیم که ساختار یک الکان که اولین مرکب از خانواده الیفاتیک ها و هایدروکربن ها میباشه چی ویژگی هایی داره شاگردای عزیز. خب الکان ها ویژگی هایی که داره شاگردا، هایدروکربن هایی میباشه مشبوع. وقتی میگوییم هایدروکربن یعنی در ساختار خود اتم های و عنصر های کربن و هیدروژن به طور حتم موجودیت داره. وقتی میگه مشبوع یعنی اشباع شده هست، یعنی تمام رابطه هایش، تمام چهار رابطه اش تکمیل شده و دوست نداره که در تعاملات کیمیاوی شرکت کنه. پس الکان ها هیدروکربن های مشبوع هسته که با اون پارافین هم یا کمیل هم گفته میشه، چون دوست نداره در تعاملات کیمیاوی شرکت کنه، که دارای یک ویژگی بسیار مهمی دیگه است که رابطه اشتراکی ما بین اتم های کربن یک رابطه اشتراکی یگانه است شاگردای عزیز. پس این سه ویژگی را حتما الکان ها داره. یک هیدروکربن است، مشبوع است، رابطه اشتراکی یگانه است. ما از الکان ها شاگردای عزیز در زندگی روزمرگی خود استفاده بسیار میکنیم. طور مثال همین گاز طبیعی که ما استفاده میکنیم، در ساختار این گاز طبیعی یک نوع الکان به نام میتان که ساختارش در قسمت برایتان نمایش داده شده استفاده میکنیم. یا طور مثال تل یا نفتی که استفاده میکنید، اینا میتونه در ساختار خود از یک نوع الکان استفاده شده که ساختارش در قسمت برایتان نمایش داده میبینید ساختار الکان را. و در خیلی از جاهای دیگه شاگردای عزیز الکان ها مورد استفاده زندگی روزمرگی ما شما قرار میگیره. شما میتونید تحقیق کنید و سایر استفاده های دیگه شه برای ما روان کنید. خب حالا که از الکان ها صحبت کردیم که الکان ها چی است و چه ساختارهایی داره، در کجاها استفاده میشود، میخواییم ببینیم که ساختار یا فرمول الکان ها چه قسمی است. یک فرمول بسیار مهم که در رابطه با الکان ها هست در قسمت برای شما آوردیم که فرمول یاد بگیرین که خیلی مهم و پرکاربرد است. فرمول به این قسمت است، به این صورت است: CnH2n جمع 2 که n شاگردای عزیز برای ما تعداد اتم های کربن نمایش میده. ما از طریق فرمول براحتی میتونیم فرمول الکان های مختلفه به دست بیاریم. طور مثال برای شما گفته می شود که فرمول یک الکان پیدا کنید که N یعنی تعداد اتم های کربن مساوی 1 باشه، مساوی 2 باشه یا مساوی 3 باشه. خب با توجه به این فرمول می رویم برای تخته سیاه با کمک هم یک جای فرمول الکان به دست می آریم. فرمول الکان محاسبه کنی شاگردای عزیز. خب برای که فرمول الکان به دست بیاریم، برای شما معلومات را نوشته میکنیم، باید فرمول بلد باشیم. فرمول الکان چی بود؟ CnH2n جمع 2 بود. این فرمول بسیار مهم است. این تعداد اتم های کربن برای ما نمایش میداد. برای ما سوال کرده که اگر n مساوی باشه با 1 یا 2 یا 3 باشه، شما فرمول الکان رو محاسبه کنین. خب ما کافی است به جای این جایگذاری کنیم شاگردای عزیز. این مساوی 3 با 1 جایگذاری میکنیم. در فرمول بالا سی 1 1 رو نوشته نمیکنیم. H 2 ضرب 1 میشه 2، جمع 2 میشه 4 که شکل کاملش به این صورت است: سی H 2 جمع 2 4. فرمول الکان من میشه CH 4. خب N مساوی است با 2 رو جایگذاری میکنیم. N مساوی 2 C 2 H 2 ضرب 2 میشه 4، 4 جمع 2. فرمول کلی من میشه C 2 H میشه 4 جمع 2 6. پس فرمول کلی الکان ما شد چند؟ C2H6.
6. خب این مساوی 3 با 3. 3 رو جای گذاری میکنیم. این مساوی 3 C سه H سه را جای گذاری کنید. 2 ضرب 3 میشه 6. 6 جمع می دو 8. خب فرمول کلی ما میشه سی سه اچ 8 که به همین راحتی به دست آمد. این فرمول بسیار مهم است شاگردای عزیز، این را یاد داشته باشین که همیشه و همه جا کاربرد داره. به این ترتیب برای شما میتونید با جای گذاری این فرمول الکان مورد نظر را پیدا کنید. خب شاگردای عزیز، خوب دقت کنید. شما در این قسمت یاد گرفتین که الکان چی است، فرمول الکان چی است، چه قسمی میتونیم فرمول یک الکان پیدا کنیم. چهار مرکب الکان ها شاگردای عزیز که بسیار مهم است. چهار الکان که شامل متان میباشه با یک اتم کربن است، شامل ایتان با 2 اتم کربن، پروپان با 3 اتم کربن، بیوتان با 4 اتم کربن میباشه. این 4 مرکب اولیه خانواده الکان ها نامشان از طریق منبع تولیدشان پیدا شده و به دست آمده. اما از مرکب پنجم به بعد شاگردای عزیز طریقه دیگه نامگذاری میشه که باز در قسمت بعدی براتون میگیم که چه قسمی از مرکب پنجم به بعد در خانواده الکان ها نامگذاری میشود. نامگذاری قسمی است شاگردای عزیز که تعداد ارقام اتم کربن شاگردای عزیز به زبان لاتین نوشته میکنید و بعد از او پسوند AN ای را با آن علاوه میکنید، نام الکان مورد نظر به دست میآید. خب ایره این نکته رو خوب به ذهنتان بسپارید. با عنوان مثال برای شما گفته میشه که نام الکانی با 6 اتم کربن، یعنی N مساوی است با 6، با 6 اتم کربن رو پیدا کنید. خب بریم روی تخته سیاه با هم دیگه یک جای کار میکنیم چه قسمی نامش نوشته میشود. نام الکانی با 6 اتم کربن، اگر یادتون باشه پیشتر براتون گفتیم که از مرکب پنجم به بعد نامش با یک طریقه دیگه پیدا میشد، یک فرمول داشت. فرمول چی بود؟ تعداد اتم کربن به زبان لاتین، درست است؟ نوشته میکردیم. بعد پسوند AN ای را نوشته میکردیم، نام الکان پیدا میشد. خب الکانی با 6 اتم کربن را میخواییم ببینیم نامش چه قسمی نوشته میشه. عدد 6 که تعداد اتم کربن را برای ما نشان میده شاگردای عزیز به زبان لاتین چی میشه؟ به زبان لاتین هگزا میشه. آفرین. خب هگزا را ما در این قسمت نوشته میکنم. خب پسوند AN ای شاگردای عزیز، AN ای را هم به آن علاوه میکنیم میشه به این صورت. پس چی شد نام؟ هگ زان شد شاگردای عزیز. به همین قسم هپتان، اکتان و نونان را میتونین به دست بیارین. پس این نکته را همیشه به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز دقت کنین، اگر ما از ساختار الکان ها که پیشتر یاد گرفتیم که الکان ها چه ساختاری داره، شما اگر بیاین از ساختار الکان ها یک تا اتم هیدروژن کم کنید، ساختار جدیدی به وجود می آید به نام الکایل ها. حالا می رویم ببینیم که الکایل ها چگونه ساختمان داره و نامش به چه قسم نوشته می شود. خب الکایل ها شاگردان نازنین، هم قسمی که براتون گفتم، اگر از الکان مورد نظر یک تا اتم هیدروژن کم شود، ساختار الکایل به وجود می آید. پس بنابراین الکایل ها به گروپ های گفته می شود که به اندازه یک اتم هیدروژن شاگردان نازنین از مولکول الکان مورد نظر خود کمتر داره. طور مثال همون قسمی که در مثال می بینید شاگردان عزیز، CH4
یک الکان از شاگردای عزیز که یک دو اتم هیدروژن از آن کم شده و ساختار شده CH3 که یک الکایل است. در نامگذاری هم فرقی که میکنه قسمی است که پسوند ANE در نام الکان که در اینجا متان است و پسوند YL تبدیل میشه که در این مثال میشه میتایل که یک الکایل است. چون الکایل نسبت به الکانی مورد نظر خود یک اتم هیدروژن کم دارن، بنابراین فرمول آن هم تغییر پیدا میکنه دیگه، درست است؟ فرمول الکان ها چی بود شاگردای عزیز؟ CnH2n جمعی 2. پس فرمولش تغییر پیدا میکنه به این صورت CnH2n جمعی 1. چرا؟ چون یک اتم هیدروژن از آن کم شد. این میشه فرمول الکایل ها شاگردای عزیز که بسیار مهم است. این میشه فرمول الکان ها. این هم به خاطر بسپارین که بسیار مهم است که فرق بین الکایل و الکان چی است. یک تا از ویژگی های بسیار مهمی دیگه شاگردای عزیز و نازنین که بسیار مهم هسته، ساختار هومولوگ هست که از ویژگی های الکان ها است شاگردای عزیز. ما میگیم که در خانواده الکان ها سلسله هومولوگ موجودیت داره. اگر شما در درس بیولوژی، در علم بیولوژی یادتان باشه، ساختار هومولوگ با ساختارهای گفته میشه یا با اندامهای گفته میشه که با هم مشابهت داره، کارایی مانند هم داره تقریبا. طور مثال بال یک پرنده شاگردای عزیز، بال یک پرنده را ما میتونیم، بال یک پرنده با دست انسان میتونه یک ساختاری هومولوگ باشه که ساختارهای مشابه داره تقریبا و کارایی مشابه داره. اما در کیمیا ساختارهای هومولوگ یک مقدار فرق میکنه. در علم کیمیا شاگردای عزیز ساختارهای هومولوگ و ساختارهای گفته میشه، چون با مرکبات کیمیاوی تعامل داریم و مرکباتی گفته میشد که به اندازه یک گروپی میتیلین با هم فرق داره شاگردای عزیز. طور مثال برای شما در قسمت نمایش داده شده، برای شما مثال آورده شده، در این دو ساختار دقت کنید شاگردای عزیز. این دو ساختار یک ساختار هومولوگ هسته. چرا؟ چون در ساختار اولیه اگر دقت کرده باشین یک گروپ CH2 کم شده و ساختار دوم به دست آمده. به همین ترتیب، به همین دلیل ما میگیم که این دو ساختار هومولوگ یک دیگر به حساب می آید شاگردای عزیز. خب شاگردای عزیز، می رویم درس، چون به اتمام رسید، می رویم یک خلاصه داشته باشیم از درس امروز که ما و شما چی یاد گرفتیم. امروز شاگردای عزیز ما و شما یاد گرفتیم که ساختار هومولوگ چی هست، ساختار با درس کیمیا مقایسه کردیم، گفتیم ساختارهای هومولوگ با ساختارهای گفته میشد که به اندازه یک گروپ متیلین از هم فرق داشت. شاگردای عزیز هیدروکاربن ها را با هم یاد گرفتیم که هیدروکاربن ها با مرکبات گفته میشد که در ساختارشان اتم کاربن هیدروژن به طور حتم موجودیت داشت و رابطه اشتراکی مابین اتم های کاربن موجودیت داشت. الکان ها را که اولین مرکب از خانواده هیدروکاربن ها است با هم کار کردیم که گفتیم الکان ها ساختارهایی داره که رابطه اشتراکی یگانه داره و همچنان یک نوع هیدروکاربن مشبوع هست. شاگرد عزیز با اون پارافین هم میگفتیم، چون در تعاملات کیمیاوی خیلی دوست نداره که شرکت کنه. دیگه آمدیم فرمول عمومی الکان ها را بهتون گفتیم. CnH2n جمع دو بود که این تعداد اتم های کاربن را برای ما نمایش میداد. الکایل ها که شکل دیگه الکان ها بود را توضیح دادیم، با هم کار کردیم که الکایل ها با مرکباتی گفته می شود که با اندازه یک اتم هیدروژن از الکان مورد نظر ما فرق داشت. شاگردای عزیز درس امروز ما خلاص شد. شاگردای عزیز امیدوارم که درس خوب فهمیده باشین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. قبل از او یک کار خانگی براتون آوردیم که کار خانگی را براتون می خوانیم که اول درس را مطالعه کنین و بعد این را در کتابچه خود حل کنید و برای ما روان کنید. کار خانگی تان قسمی است در ماحول خود تحقیق کنید و چند نمونه ساختار هومولوگ را شناسایی کنید. حالا که هومولوگ فهمیدین چی است، در اطراف خود نگاه کنید، چند نمونه دیگه از ساختارهای هومولوگ برای ما روان کنید. دومین کار خانگی تان الکانی با 6 اتمی کاربن را داریم.
الکایل آن را مشخص نمایید. خب الکایل امروز یاد گرفتین الکایل چی است؟ کافی است که شما اتمی که کربن که 6 اتم کربن داره شاگرد عزیز فرمول الکان آن را پیدا کنید و براحتی با تعریفی که از الکایل یاد گرفتین میتونید الکایل مورد نظر پیدا کنید. شاگردای عزیز درس امروز ما به اتمام رسید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتان باشد.